درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار تک تک شما یاران عزیزان کانال هستم. ببینیم چه خبر است در کارت های امشب دوستان، و من مثل همیشه از هیجانات شما شروع میکنم. ببینیم در چه هیجاناتی هستین دوستان یا خواهید بود. به هر حال ببینیم با هم دیگه. خب، حرف از آرام و آرامش میزنه دوستان عزیز. به قشنگ ترین کارت، حال آدم خوب میشه، حال دل من خوب میشه وقتی که کارت آرامش رو میبینم و کلمه آرامش رو میبینم. و هیچ چیزی تو این دنیا معنا نداره دوستان اگر ما آرامش رو نداشته باشیم. خب ببینیم کارت بعدی، دیگران در ارتباط با شما. شما میتونین خود ادامه از هیجانات خودتون رو ببینین، قبلش نیت کنین و نگاه کنین، وگرنه من خودم این کارت رو برای هیجانات دیگران نسبت به شما میذارم. حداقل یک نفر. خب و به صورت متوسط میتونیم بگیم که حالا برای دیگر. آرامش شما باعث عدم امنیت دیگران میشه. بهش میگن یه آرامش قبل از طوفان، شاید داره یه کارهای اون زیر میرا انجام میده که ساکت و سرده. چرا؟ وقتی که وقتی آروم هستیم دیگران احساس میکنن که ما سردیم، فاصله گرفتیم، یه کارایی داریم اون پشت پشت انجام میدیم. به هر حال یک حالت عدم امنیتی برای دیگران داره به وجود میاد اینجا. خب کارت های بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنین. دوستان عزیز، من برای اولین بار این بار یادم رفته کارت های سبز رو بیارم. اشکال نداره، حتما حکمتی در اون هستش. من از کارتایی که در دسترسم هست استفاده میکنم. میگه تغییراتی برای شما در راه هستش، تغییراتی که خوب هستن. این آرامش رو شما یه وقتایی هست دوستان توجه کنه که یک حسی درون ما به اون میگه مسائل به اون صورت خوب دارن حرکت میکنن. و اینجا حرف از نرمش میزنه، حرف از عطاف پذیری میزنه، حرف از این میزنه که شما یک سریاتون به اندازه کافی ببینید تجربه داریم دوستان که هر اتفاقی تو زندگیمون بخواد بیفته باهاش براشفته نشیم. تجربه دارم، میدونم که آنچنان نماند و اینچنین هم نخواهد ماند. حالا تغییرات خیلی خوب داره براتون به وجود میاد، خدا رو شکر. و اینکه بریم ببینیم کارت های دیگه. خب کارت بعدی میگه که منتظر یک تغییر باشید، منتظر یک تغییر باشید. باز هم بهتون گفتم کارت قبل میگفت چی؟ میگفت تغییرات در راه هستن. اینجا هم میگه که یک تغییر خیلی خیلی بزرگ برای یک سری از شما در راه هستش. ببینین اینجا حرف از خسوف میزنه دوستان. وقتی که حرف از خسوف میزنه اینجا ماه پنهان هستش و ما نمیبینیمش. خب ولی میدونیم که اون پشت حس میکنیم، اشعه هایی رو داریم میبینیم. و این ببینین دوستان، اینجا اون آرامشی که داره به سمت شما میاد و اون حس خوبی که در درون شما هستش، حرف از این میزنه که ببینین به هر حال تغییرات بر شما در راه هستن. خب کارت بعدی رو با هم دیگه از سیمبولون استفاده میکنم. ببینیم سیمبولون بهتون چی میگه. خب اینجا دارم میبینم که دوستان یک مسئله هست که یک تغییراتی دارم میبینم که در زندگی شما داره به وجود میاد. این تغییرات هر ببینیم پروانه افتاده.
پروانه افتاده که پروانه حرف از تغییر میزنه، حرف از آزادی میزنه، یک حس آزادی هستش. ببین دست در جیبش هست این شخص و سر در هوا و این که دارم میبینم داره فکر میکنه به این تغییرات و همچنین خودش رو میخواد وقف بده با شرایطی که داره، ولی حواسش نیست اون پایین که یک چاه هستش. نباید خیلی زوم کنین روی یک مسئله خاصوسا روی این طلا. من گفتم تغییرات، حالا مثلا یک سری یا این وسواس درشون به وجود بیاد که حالا چه تغییری داره برای من به وجود میاد. مثلا بهتون میگم، میگه ببینیم وقتی که ما مسائل رو توی زندگیمون رو به صورت متعادل بخوایم انجام بدیم، نه خیلی تو عالم هپروت باشیم و نه خیلی تو ذهن باشیم، نه خیلی تو عمل و انجام عکس العمل باشیم، ما باید یک نگاه 360 درجه دور بر خودمون داشته باشیم که حفره‌ای که جلوی راه ما هست رو ببینیم. یک جاده بسیار زیبا هستش و یک شخصی که محو تماشای یک مسئله دیگه هستش. خب ببینیم کارت بعدی، مواظب پس باشی. و همچنین این کارتا دوستان همیشه من وقتی که حرف میزنم ما فکر میکنیم که مثلا این هستش که آره نه مثلا در ارتباط با زندگی من اتفاقات این گونه خواهند افتاد. نه، جلوی پاتون رو نگاه کنیم از امروز فردا تا این روزایی که داره میاد، حداقل در این 10 روز آینده دوستان، وقتی که راه میرین جلوی پاتون رو نگاه کنین که سر نخورین نیفتین و از نظر دست و پا مشکلی براتون به وجود نیاد. همیشه فال یک مسئله رو به ما خبر میده، یک پیامی رو داره به ما میده، میگه این مواظب باش، این مرتبه جلوی پاتو خوب نگاه کن، حواستو جمع کن، داری رانندگی میکنی حواست رو جمع کن، یک هشدارهایی رو به ما میده در این باره. خب ببینیم کارت، ولی خب تغییرات خوب هم برای شما در راه هستش. حالا اینجا ببینیم، نه که شما حالا یه سریاتو میگه اینجا عکس گورخر افتاده این گورخر میخریم، نه خب هر چیزی هم به هر حال یک به قولن حالا اینجا میگن بهش پریمتر، یعنی حد و لیمیتی داره. اوکی ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. کارت بعدی دوستان حرف از یک موش کوچک میزنه. موش کوچک، موش کوچکی که اینجا دارم میبینم که ببینین دوستان این موش کوچکه یه تیکه پنیر دستش هستش و مشکل داره که این پنیر رو بخواد وارد این سوراخی که حالا خونش هست، لونش هست، هر جایی که هستش بکنه. در واقع این موش شما هستین دوستان عزیز. ببینید این موش باید این تکه بزرگ پنیر رو وارد خونه خودش کنه، داره فکر میکنه و اینکه چه جوری بتونه این پنیر رو بیاره توی خونش. برای چی دوستان؟ به خاطر اینکه میدونه که زمستان وقتی که برسه احتیاج به غذا خوردن داره و همیشه این شانس رو نداره که بخواد این تیکه به این بزرگی پنیر بتونه ازش استفاده کنه. مثل این مونه که شانسی داره سر راه شما قرار میگیره دوستان و اینکه حالا این شانس باید شما یاد بگیرین بتونین و بلد باشین از این شانس، از این موقعیتی که سر راهتون قرار میگیره استفاده کنین، استفاده بهینه بکنیم. خب ببینیم کارتهای بعدی بهتون چه میگن. دوستان من از کارتهای بلین، اوراکل بلین، یکی از قدیمی ترین اوراکل ها هستش و شاید اولین اوراکل هایی باشه که بعد از تاروت به وجود آمدن که 60% این کارت ها منفی هستن. عمدن از اینا امشب استفاده میکنم. چرا نه؟ ببینید مثلا حالم هم خیلی خوب هستش، خیلی ممنون. به خاطری که حالا نمیدونم، حالا گفتم ببینیم همه این کارت ها اینجا به اون چی میگن، این کارت های به 60%شون منفی هستن بهتون چی میگن دوستان. خیلی خوب ببینید انرژی که با شما حرکت همراهی میکنه چه انرژی هستش. انرژی که با شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنی همراهی میکنه چی هستش. خب ببینین بدجنسی یک سریاتون دوستان بهتون گفتم این کارتا کارتایی هستن که 60%شون منفی هستش. دارم اینم انرژی این هستش که احساس میکنین که در حقتون اجحاف شده برای یک سریاتون و اینکه میل بر این دارم که انتقامی رو بخوام بگیرم. برای یک سریاتون هم عزیزان دل متوجه این شدین که شاید افرادی یا حداقل یک شخصی هستش که آنچنان با شما مثل این که رو راست نیستش و یه مقداری ممنونم یا میخواد حال شما رو بگیره یا اینکه به هر حال هر جوری که هستش این مقدار شما رو میخواد اذیت کنه. شما خودتون هم مثل اینکه اینو میدونین. خب بریم ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما داره میاد عزیزان.
اوپ اوپ اوپ. خب تغییرات برای شما در راه هستند دوستان. تغییرات رو بالا دیدیم، تغییرات رو پایین دیدیم عزیزان. و ببینین یه وقتای باد وقتی که جلوی ما به وضعی از دوستان چکار میکنه، ما رو به سمت عقب هل میده. وقتی که پشت سر ما به وضعی، ما رو به سمت جلو هل میده. پس ببینین چون مثبت افتاده، این بادی که داره میوزد اینجا، حرف از این میزانه که شما اتفاقاتی که داره برای شما میفته شما رو به سمت جلو حرکت میدن و اون چیزی که شما تا حالا برای شما باعث شاید مقدار تزلزل شما شده بوده، از این به بعد دارم میبینم که از بین داره میره و بیشتر مسائلی که دارم اتفاق میفتن مسائلی هستن که شما رو به سمت جلو میفرستن. در ارتباط با چالش شما چه چیزی هست دوستان؟ ببینیم چی میتون میگه. چالش شما این هستش که خوب استفاده کنین، استراحت کنین، به استراحت خودتون خیلی اهمیت بدین عزیزان. این کارت ها این حرف رو برن میزنن دیگه، میگن که به خودتون اهمیت بدین، به استراحت خودتون اهمیت بدین و اینکه از اون محیطی که در اون هستین کمال استفاده رو ببرین. بیشتر حرف از محیط که در اون هستیم و همون چهارچوب خصوصی و حریم خودمون داره میزنه، از اون باید خوب استفاده کنید. و یه وقتایی هست ما با اون جایی که زندگی میکنیم توی صلح و آشتی نیستیم و اونجا رو باید چیکار کنیم؟ باید باهاش وارد یک صلح و آشتی بشیم. توصیه کارت ها برای شما چه چیزی هست؟ توصیه کارت ها این هستش که حرف از هدیه میزنه، میگه که ببینین دوستان، میگه که در واقع وقتی که هدیه‌ای که به سمتتون میاد رو بپذیرین و همچنین شما هم به همون مقدار باید بخشنده باشین. از هر چیزی که در دور و بر شما هست، هر چیزی که به سمتتون میاد مثل یک هدیه‌ای هستش دوستان که از اون باید استفاده بهینه رو داشته باشم، ولی من به عنوان یک انسان وظیفه منم این هستش که اون رو برگردونم این هدیه، یعنی یک حالت داد و ستدی داشته باشم. من اگر که هر چیزی که در میارم مال خودم باشه و اینکه اون رو تقسیم نکنم، پس چگونه به فراوانی دنیا میتونم باور داشته باشم و چگونه میتونم که یک به قول معروف مسدودیت هایی رو که توی زندگی من چه از نظر مادی و چه از نظر احساسی هر چیزی که هست رو بردارم. همیشه باید یه مقدار خرج کنیم دوستان تا اینکه پول بخواد برگرده. دو مرتبه همیشه نه اینکه حالا الکی خرج کنیم ولی برای دیگران هدیه ای بدی. خب یک چیزی رو باید از خودمون جدا کنیم تا اینکه بتونیم آماده دریافت باشیم، به کائنات بگیم که من آماده دریافت هستم و اینکه من سخاوتمند هستم و تنها من کسی نیستم که بر میدارم واسه خودم و جذب میکنم و نه اینکه بخوام یک چیزی رو توی این دنیا به حرکت در بیارم. انرژی کائنات رو شما مسدود نمیکنه. خب ببینیم با هم دیگه انرژی های دیگر رو. دوستان عزیز، من از این کارت استفاده نمیکنم بلکه از این کارت استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه در ارتباط با انرژی زندگی احساسی شما چه خبر است. در مورد زندگی احساسی شما دوستان عزیز، حرف از خوشحالی داره اینجا میزنه، خوشبختی داره اینجا میزنه. خوب هستی، زندگی احساسی یک ذریاتون به کامتون هست. همونجور که من همیشه بهتون گفتم، زندگی احساسی تنها زندگی دوستان عزیز عشقی نیستش، ممکنه خانوادگی باشه یا هر چیزی که باشه. حالا ببینید دوستان، توجه کنین اینجا ممکن هستش که یک سری از شما الان حالتون خوب هست، در این در حالی هستش که در گذشته نه چندان دور یه حس شکست داشتین در مقابل کسی. ببین به طور کلی شما کسی هستین که میدونین چی میخواین توی زندگیتون و حاضر هست و اینکه از این به بعد مثل اینکه یک سریاتون هم تصمیم میگرفتین که دیگه تو شکست نخورم، یعنی اینکه شکست رو از خودتون دور میخواییم بکنیم، حال هر جوری که هستش. اینجور نباشین دوستان، لذت ببرین از زندگیتون، از آنچه که دارین لذت ببرین. میدونین کجا قدم برمیدارین، ولی اینجا دارم میبینم که یک نفری هم ممکن هست اون دور مورا باشه یا نزدیکتونه بستگی داره، یه وقتی هست فاصله مکانی هم از هم دیگه ممکن هست داشته باشه و که ببینیم باش در ارتباط با شما یک حالت لج و لج بازی ممکن هست داشته باشه. خب ببینیم کارت های دیگر رو. ولی خب مثل میمونه که یک سریاتون دیگه، یک سریا براتون مهم نیست این حس و حال های طرف مقابل، برای که من دیگه خودم
اول لذت خودم، اول زندگی خودم. در ارتباط با زندگی کاری شما، خب ببینیم کارت بعدی. احساس میکنین که یه سریاتون در یک بلا تکلیفی هستین، یا اینکه در یک انتظار دارین به سر میبرین و این انتظار بر شما مثل این میمونه که خسته کننده هستش، و اینکه احساس میکنین که آنچه را که میخوام فعلا آیدم نمیشه، خسته هستم. چشم انتظار هستین به هر حال دوستان. برای سریاتون در مورد زندگی کاریتون که میتونه اداری باشه، قضایی باشه، هر چیزی که ممکنه هست باشه دوستان، دارم میگم یک مسئله در استاندبای هستش و این استاند در استاندبای بودن این مسئله شما رو خسته کرده، خب یا خسته میکنه دوستان. ولی دارم میگم که شما سر پا ایستادین و اینکه با پشت کار دارین عمل میکنین و اینکه این کمر خم نمیکنین. خب ببینیم کارتی در ارتباط با زندگی مادی شما چه خبر هست. در ارتباط با زندگی مادی شما حرف از این میزنه که یک ورود هماهنگی در زندگی مادیتون. زندگی مادیتون اینجا حرف از هماهنگی میزنه و کارت بعدی که کارت بسیار زیبایی هم هستش، حرف از حرکت و موفقیت شما در مورد زندگی مادیتون میزنه. و اینکه کارت بعدی هم که میگه که بسیار عالی زندگی مالیتون دوستان، توجه کنین ممکن هست یک سریاتون نارضایتی هایی رو داشته باشین و فکر کنین که باید بهتر باشه، ولی الان در حال حاضر آنچه که هست خوب هست. خب من برای امشب تا اینجا کافی کفایت میکنم، میرم سراغ کارت های دیگه، کارت هایی که حرف از احساسات شما میزنه. من ببینم که از کارت های توین فلم استفاده میکنم، ببینیم کارت های توین فلم بهتون چی میگن. کارت های توین فلم حرف از حرکت و جابجایی براتون میزنم. برای یک سریاتون ممکن هستش که یک جابجایی مکانی داشته باشین دوستان. یک سری ها دوستان توجه کنید، باز هم حرف از یک جابجایی میزنه، مثل میمونه که یک مسدودیتی داره از بین میره برای یک سری هاتون در ارتباط با زندگی احساسیتون دوستان. اگر یک سری هاتون میل به این داشتین که با وارد یک زندگی مشترک بشین، با یک سری وارد یک زندگی مشترک بشین، خب اینجا دارم میبینم که براتون الان اگر تا حالا مسدودیت داشته، از این به بعد ممکن هستش که انجام بشه. خب ببینیم با هم، ببینیم که شما دوست عزیز گل و بلبل من یین مقدس در چه انرژی تشریف دارید. اولین کارت حرف از خوشبینی میزنه، من به آینده خودم اعتماد دارم و اینکه من میدونم که در آینده ما با هم خواهیم بود. کارت بعدی میگه که من احساس میکنم بدبخت هستم و اینکه نمیتونم جلوی گریه خودم رو بگیرم. خب ببینید دوستان، همیشه خوشبین بودن خوب هستش که خیلی عالی هستش، ولی وقتی که من میگم خوشبین هستم، یعنی نه اینکه من شب تا صبح بذارم و برقصم همیشه شاد باشم، این که نرمال نیستش. ممکن هستش که لحظاتی هم داشته باشم که در این خوشبینی من لحظات هم هستش که من آنچنان ممکن هستش که حس حال خوبی رو نداشته باشم، ولی خوشبینی یعنی که چی؟ یعنی که من میدونم که همه اینا در گذرا هستن و من دو مرتبه اون به قول معروف عینک صورتی خودم رو به چشم میکنم، میگیرم، میزنم و اینکه زندگی رو از یک زاویه دیگه بهش میپردازم و نگاه میکنم. در ارتباط با شخص مورد نظر شما ممکن است باشه حضرت یوسف شما دوستان، نمیدونم یانگ موتوری، یانگ شطوری، هر چی که میخواین اسمشو بذارین. ببینیم چی میگه. میگه که من بدبخت هستم و احساس میکنم که تنها هستم و از خودم میپرسم برای چی من شایسته و سزاوار همچون چیزی هستم. کارت بعدی میگه که من احتیاج دارم به ثبات خودم و عشق، بعد اگر که شد شد، نشد هم حتما حکمتی در این هست. خب ببینید دوستان، این گربه مرتضی و علی شما، هرچی که اسمش رو میخواییم بذارین، خب این بدبخت‌زاده که هستش. شما ببینید دو جالب اینجاست که شما احساس بدبختی میکردین، اون هم احساس بدبختی میکنه. اینجا ببینید دوستان برای چی احساس بدبختی میکنه؟ برای که دلش ممکنه پیش شما باشه، ولی دلم عقلم میرسه، ولی به هر حال دلم نمیرسه. از این حرف هست، یعنی که منطق و مسائل مادیش به هر حال بنده خدا همیشه مادیاتی بوده و هست و خواهد بود، بر همه چیز میچربه دوستان. خب ببینیم کارت های دیگه، پیام شخص مورد نظر شما برای شما چی هست دوستان. میگه که نداشتن جواب خودش یک جواب هست. خب
ما بر میگردیمش. چی بگم دیگه، دیگه نو کامنت، یعنی دیگه هیچ حرفی، هیچ نظری دیگه نمیشه. نداشتن جواب خودش یک جواب هستش. کاملا موافق هستم البته با این کلمه، با این جمله. وقتی جواب ندارین خودش کوبنده ترین جواب هست و برای من سکوت یکی از خشن ترین جواب ها هستش. خب ببینیم عزیزان دل، در ارتباط با پیام فرشتگان برای شما، پیام فرشتگان چه چیزی هست؟ پیام فرشتگان هفت احساسات میگه که خاطرات احساسات زیادی رو به وجود میارن. نگاه کردن به گذشته بدون خوب هست، ولی بدون اینکه بخوایم از اون رو زیباتر از اون چیزی که بوده بسازیم. افرادی که ما گم کردیم یا ناپدید شدن از زندگیمون ممکن است این روزها وارد زندگی شما بشن به صورت ناگهانی. و اینکه شما باید با، حالا اگر فرزند دارین، حرف از این میزنه که با فرزندان برسیم، با فرزند با بچه هایی بازی کنیم، برخواد یک جوری باشه که بتونین کودک درون خودتون رو بیدار کنیم. خب حرف از این کارت بسیار زیبایی هست، حرف از معصومیت هستش در واقع. خب ببینیم که پیام، پس افرادی ممکن است از گذشته شما یه باره شما باشون ملاقات کنین بدونی که منتظرش باشین، ازشون یا خبردار باشین. خب عزیزان از دست رفتم و میگه دلم برات تنگ شده. البته که دلم میخواست که اینجا با تو باشم، در این زندگی دنیوی حضور فیزیکی تو دلم براش تنگ شده، اما اینجا میتونم هر لحظه با تو باشم، هر وقت که احتیاج دارم به تو فکر میکنم و همون لحظه در کنار تو هستم. روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی و آرامش بشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.